خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. بنا به گزارش العربیه، ارتش آزادی سوریه در یک درگیری موفق شد زندان مرکزی حلب را به تصرف خود درآورد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد درگیری ها پس از آن آغاز شد که ارتش آزاد سوریه ساختمان شماره یک زندان حلب را تصرف کرد و پیشروی خود را به سوی دیگر ساختمان ها ادامه داد. در همین رابطه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد صدها زندانی توسط ارتش آزادی از زندان حلب آزاد شدند. به نوشته روزنامه الحیات، 40,000 شبه نظامی تحت فرماندهی سپاه در سوریه حضور دارند. تلویزیون العربیه به نقل از الحیات گفت به گزارش کارشناسان و مسئولان امنیتی حاضر در گردهمایی مراکش، در حدود 40,000 نفر از کشورهای عراق، لبنان، یمن، افغانستان و ایران تحت فرماندهی سپاه پاسداران و برای دفاع از بشار اسد در سوریه حضور دارند. العربیه گفت نیروهای خارجی مدافع بشار اسد زیر نظر نیروی تروریستی قدس و حزب الشیطان لبنان آموزش نظامی می‌بینند. این نیروها در بیشتر مواقع به وسیله هواپیماهای رژیم ایران از طریق فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی و به شکل قانونی وارد سوریه شدند. از امروز اجرای توافق ورود کمک‌های انسانی و خروج غیرنظامیان از شهر حمص آغاز شد. به گزارش تلویزیون الجزیره، عملیات خروج برخی از غیرنظامیان که تحت محاصره نیروهای رژیم سوریه قرار دارند در یک توافق بین اپوزیسیون و رژیم سوریه با نظارت سازمان ملل شروع شد. این توافق به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت و طی این مدت آتش بس برقرار خواهد بود. مدت 1.5 سال است که شهر حمص در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. بر اساس این قرارداد افراد کمتر از 15 و بیشتر از 50 سال حق خروج از شهر را دارند. از طرف دیگر از ساعت اولیه صبح امروز جمعه هلیکوپترهای رژیم اسد اقدام به پرتاب بشکه‌های انفجاری بر روی مناطق مسکونی حومه حما کردند که منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. و آخرین خبر این ساعت، بان کی مون دبیرکل ملل متحد حملات نظامی رژیم سوریه علیه غیر نظامیان به ویژه به کار بردن بمب‌های بشکه‌ای در حمله به شهر حلب را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که دبیرکل ملل متحد در این باره منتشر کرد، حملات هوایی به مناطق مسکونی با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای بسیار تأسف آور خوانده شده است. بر اساس اعلام سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در 6 روز گذشته بر اثر حملات رژیم اسد به شهر حلب بیش از 250 نفر از جمله 76 کودک کشته شدند.